الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام و علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من بالا سلام و هزاران سلام و هزاران درود خدمت تک تک شما عزیزان هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و در پناه الله منان انسانهایی وارسته و در سایه قرآن و تعالیم ایمان انشاءالله زندگیتون پر از شادی باشه و مهر و محبت و عشق عزیزان یکی از مهمترین چالش هایی که ما در فضای تربیتی با اون دست به گریبان هستیم و یکی از معضلات تربیتی جوامع بشری هست قضیه استراب هویتی است استراب هویتی در واقع اون تخلخلی که به وجود میاد اون سردرگمی هویتی که در افراد به وجود میاد و کل سیستم اونها رو به هم میریزه خیلی تعجب کنیم وقتی که بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از مسائلی که اصلا به،, به ذهن ما نمیخوره اصلا شاید اهمیتش برای ما هیچ چیزای بسیار عادی و پیش پا با افتاده باشه اما می بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اونها رو در یک موقعیت بسیار مهمی می قرار میده که گویا مثلا فرق بین اسلام و کفر باشه خیلی عجیب هست وقتی اینها رو میخونیم اون وقتی که باید برگردیم که نه چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مواردی به این سادگی که شاید اصلا در ذهن ما خطور نکنه اینقدر بها میده همه اینها به خاطر چی است به خاطر ساختار یک هویت واضح و روشن نبود یک هویت واضح و یک شخصیت که بدونه که کی هست و چی میخواد و هویتش مشخص نباشه این باعث میشه که انسان نفله بشه انسان حتی از کالبد انسانی بیرون بپره و بشه یک حیوان درنده بشه یک به همون چیزی که در جوامع بشری امروزه ما شاهدش هستیم که انسان‌هایی که دچار استراب هویتی هستند از اینی که خودشون رو بکشند دیگران رو بکشند هر بلایی سر خودشون خانوادهشون افراد دیگه بیارن هیچ ابایی ندارند هیچ یکی از ارزش های اخلاقی ایمانی افت اینا اصلا براشون مهم نیست یعنی تصرفاتشون نه مثل یک حیوان بلکه به مراتب از حیوان بدتر هست همون تصویر قرآن کریم که اولای هم کل انعام بل هم اضل اونها چون حیوانات هستن نه بلکه از حیوانات هم پستر و رزلتر چرا چون که حیوان وقتی که یک تصرفاتی رو انجام میده روی یک غریزه حرکت میکنه حیوان در واقع روی یک سیستم معینی میره حیوانی که همچنین درندگی میکنه استراب هویتی نداره اون هویت غریزی خودش رو مرتب داره پیش میبره اما این انسان نه این دچار استراب هویتی هست که نمیدونه که خودش اصلاً مسیر رو چطور طی بکنه و چیکار بکنه مثلا از تس... مواردی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و به ما میفرماند میگه میفرمایند که من لم یاخذ شارب شاربه فلیس منا کسی که سبیلاشو کوتاه نمیکنه مرتب نمیکنه از ما مسلمون ها نیست یعنی کسی که شد های این چونی و دیگه سبیل شایی بخش و فلاست و فلان هست این از مسلمون ها نیست عجیب یعنی یک مظهر یک شکلی جمالی در انسان هست اگر این شکل جمالی زیبایی رو به هم ریختی و یک انسان نمیدونم این چون اینی شدی با سبیلای کلوفته در هم بر هم این دیگه از ما مسلمان ها نیست چرا؟ یعنی ببینید وقتی که طرف میاد اون پیکی که از طرف امپراتوری فارس اومده بود و اونایی که اومده بودن برای دستگیری پیامبر اون سربازا هم چی سیویلوی بر هم کلفت عجیب غریبی داشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکلشون رو دیدن ریشاس تیغ و سویلا هم چنین گفتن این کی اینجور شما رو به این شکل در آورده چی اینجوری لباس شکل به اصطلاح نظامیان امپراتوری فارس بود گفتن که خدای ما چنین به ما دستور داده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کردن به محاسن زیباشون و فرمودند که و خدای من منو دستور داده ببین یعنی این غذایی که خیلی در ظاهر هیچ شاید به چشم نخوره اما خیلی مهم هست چرا چون این عنوان یک هویت مشخصی هست آقا کسایی که همچنین شکلی رو به خودشون میگیرن به صلاح بیانگر و نمود یک هویت کاملا جدایی هستند یا میفرمایند لیس منا من عمل به سنت غیرنا. کسی که به عادات و رسوم و تقالید ملت های دیگه عمل میکنه از ما مسلمان ها نیست یعنی شما این رو میبینید هر چند این مش... میگن که آقا مثلا آیا مسلمون ها جایز هست که ایده کریسمس بگیرند آقا نمیدونم ایده قدیر خون بگیرند آقا نمیدونم ایده اه... نمیدونم نوروز بگیرند ایدی که درس هم اید به باد, باد بادک هوا کردن هندی ها رو بگیرند اید رنگ ها بگیرند ایده فلان و این چیزایی که توی جامعه بشری نمودی از یک هویت دیگه است گاف فرست یک ایدی داره آتش پرست یک ایدی داره نمیدونم حضرت ایسا پرست یک ایدی داره واسه خود یه چیزی برای خودش درست کرده این نمود هویتی اون هست اگر شما یه مسلمون این کاری رو بکنید که نمود هویتی دیگران هست از ما مسلمون ها نیستید دیگه شما از اونایی و در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان لیس منا من تشبه به غیرنا لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى کسی که خودش به شکل دیگران در میاره قومی هستند یه لباس خاصی می پوشند یک شکل و قیافه خاصی واسه خودشون انتخاب میکنند در قضیه موهاشون لباسشون شکلشون لباس, شکل لباس زنا لباس آقایون لباس دخترها، پسرها این نمود از یک هویتی هست هر کسی که رفت لباس یک هویتی دیگه یا ای یک ملت دیگه رو به به تنش کرد از ما مسلمان ها نیست قضایه مثلا ابراز عاطفه ایون، ابراز به صلاح عاطفه و احساسات پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرماید لیس منا من حلق و من صلق و من خرق از ما مسلمان های نیست اون کسی که وقتی یه مصیبت یک عزایی میشه میاد مثلا سرش رو تیغ میزنه در به عنوان به صلاح عزاداری لباسش رو میزنه پاره میکنه به سر و صورتش میزنه و گریه و زاری با سر و صدای بلند گریه و زاری میکنه اینها نمودی از هویت ملت های دیگه هستند ملت هایی که انسان وقتی با مرگ دیگه اصلا تموم میشه دیگه این میزانه او که خودش رو بیان کنه که من در یک عزای بسیار بدی هستم و در یک مصیبتی هستم این حتی این انفعال این به ای یک حالت رادیکالی در انفعال یک حالت اسراف در انفعال وقتی که صورت میگیره این حتی از ما مسلمان ها نیست کسی این کارو بکنه از مسلمان ها نیست در حدیث دیگه داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس منا من تشبه بالرجال من النساء اون خانم هایی که شکلشون رو به شکل مردا در میارن از ما مسلمان ها نیستن اون آقایونی که و من تشبه بالنساء من الرجال و اون آقایونی که خودشون رو به شکل زن ها در میارن از ما مسلمان ها نیستن <تصفح> یعنی قضایایی هست که در واقع امر مثلا این لباس لباس آقایون هست کت و شلوار رو به این شکل و به این خانم ها وقتی این لباس رو بپوشند و این موهاشون رو مثل مردا به در بیارند و این هر حرکت به مردانه بکنند شکل و قیافه شون اینا آقا از ما مسلمان ها نیستند اون آقایونی که خودشون رو مثل, مثل زنها در بیارند شکل زنها لباس زنها شکل و آرایش زنها رو به خودشون دست بیارند بگیرند اینا از ما ها نیستند قضیه در ظاهر امر هیچ شاید برای بعضی خیلی عجیب باشه آقا مگه چی میشه مرد مرد و زن زن حالا لباس مثل هم دیگه بپوشن آقا کفش مثل هم دیگه بپوشن نمیدونم آرایشی مثل هم دیگه کنن چی میشه نه این قضیه یه بعد تربیتی بسیار عمیقی داره که افراد سطحی بی سواد یا افرادی که به صلاح قضایه تربیتی رو درک نمی اینها اینا رو نمیفهمن. وقتی که اسای هویتی به کلشون خورد اون وقتی که دادشون واسمون میاد این مسائل که خیلی جزئی پیدا میکنه این در واقع بیانگر یک نوع استراب هویتی هست این فردی که نمیدونه زن یا مرده یا تمایل به جنس مخالفش به, شکلی، به شکلیات میشه نه در در ماهیت اصلی رابطه اینها چی میشن اینها دیگه کم کم این استراب هویتی در اونها رشد پیدا میکنه آخرش دیگه میرسه به استراب هویتی در عقیده در اخلاق در رفتار در سلوک و در همه اینها به داغون میشن استراب هویتی یک خطر بسیار وحشتناکی هست در جوامع بشری یعنی وقتی که شما با یک ملتی با هویت معین حالا هر میخواد هویتش باشه یعنی هر یک نوع انسجام هویتی یا استقرار هویت استقرار هویتی به معنی نیست که شما روی حق و حقیقت هستید در همون باطل وقتی که یک, استرابه... یک استقرار هویتی هست اون شخص میتونی میدونی که با چطور بدبستان داشته باشی چطور در کنار هم زندگی کنید الان شما ببینید مثلا گاف پرستان هندوستان گاف پرستان حالا میخوان کسی که گاو رو میپرسته خودت تصور کن که عقلش چی است بعد رفتار و سلوک اجتماعی چطور میشه انسانیتش چطور میشه خیلی دیگه خلل های دیگه ای که به صلاح همش از منشأ میگیره از اون اعتقادش کل زندگیش رو برنامه ریزی کرده بر روی قضیه گاف پرستی یا بت پرستی در چین و در نمیدم تایلند و این کشورها در کنار اینها میبینید که مسلمان ها هستن مسیحی ها هستن دیگر ها هستن همه دارن یک نوع زندگی در کنار هم میکنن کسی از کسی دیگه به صورت یک خط و مرزهایی دارند اما زندگی میچرخه چرا درستی که اینها انحراف عقیدتی دارن اما استقرار هویتی دارن شما میدونید که این فرد فلسفه زندگیش چه هست فلسفه اخلاقیش چه هست فلسفه اعتقادیش چه هست کانون به صلاح اجتماعیش چطور تشکل پیدا میکنه روابط خانوادگی و روابط انسانیش بر چه ساخته شده چه اشخاصی هستند که در این سیستم از مکانات خاص چه سیاسی چه تربیتی چه دینی برخوردار هستند شما میخواهید یک چیزی از این دیانت بفهمی یا یه چیزی رو به اینها بدی یا از اینها بگیری میدونی که با چه انسانهایی رابطه بکنیم و فلسفه برای فلسفه زندگی اونها مشخصه اما وقتی که استراب هویتی میشه دیگه اینجا فلسفه مشخصی وجود نداره اینجا دیگه شما نمیدونید که با کی باید تماس بگیرید چی به چی هست نمیدونید شما الان میبینید که در میشنوید که در بعضی از کشورها در نمیدونم در یک جایی زیر زمینی در یک نمیدونم تونیلی صد تا تو جوون دویست تا جوون دور هم جمع شدن اینها خنجر گرفتن خودشون رو زخمی کردن خونشون رو خوردن بعد خودشون رو کشتن یک از این حرفها میشنوید که آقا مثلا خودکشی های دست جمعی میشنوید که یک جوونکی برند شده نمیدونم تیربار با با پدرش رو گرفته اومده توی مدرسه هم های خودشون 300 400 نفر رو یه جا درور ترور کرده میشنوید که به افرادی که روزانه به آمار مرگومی رو به در غرب آمار خودکشی ها آمار نمیدونم انحرافات اخلاقی انسانهایی که از ازدواج به با انسانها فرار کردن و دارند با حیوانات ازدواج رابطه جنسی برقرار می کنند افراد شازی که رابطه جنسیشون شده مرد با مرد زن با زن انسان هایی که دیگه به صورت های مختلف از فضای انسانی فاصله گرفتند اینها رو وقتی میری نگاه میکنی اینها کل مشکلشون کجا میاد از استراب هویتی آقا نمیدونین کیه چی میخواد چرا اومده توی این زندگی چه, چه وظیفه ای داره اصلا مفهوم انسانیتش چیه الان شما میشنوید که الان در سطوح بین بی این مطرحه که آقا چرا بگیم زن و مرد چرا نگیم جندر آقا یعنی یک موجودی که میخواد زن باشه زن باشه میخواد مرد باشه میخواد مرد باشه نمیخواد زن باشه مرد باشه یه چیزی دیگه باشه باشه میشنوید که نمیدونم افرادی به تغییر جنسیتی دادن مرد بوده خواسته که زن بشه رفته به صلاح زن شده به صلاح زن شده اومده مردش کردن دیگه یک بازاری در این برای خودشون به صلاح به وجود آوردن که دیگه در اونجا هیچ انسانیتی معنا نداره میبینید که مثلا میارن در, در, اخبار میارن که آقا مردی مثلا حامله شده چطور حامله شده یک حکایتی طولانی همه اینها چه از همون به صلاح انحرافات هویتی است این انحرافات هویتی الان فقط در کشورهای اروپایی نیست اصلا کشورهای اروپایی در خیلی از موارد به خصوص کشورهای اسکندنافی شمال اروپا،, اروپا شرق اروپا اروپای غربی همه اینها اینو زیاد براشون اصلا این قضیه مهم نیست انسان زیاد اونجا مهم نیست مهم اون سیستم به مادیگرایی است که به چرخه میگن آقا مثلا یک نسلی مورد بسرا انحراف هویتی پیدا کردن این نسل تباه بشن میگن تباه بشن افراد دیگه ای میاریم اونها رو میبینید که کشورهاشون همیشه همینجوری به سرا پیش میرن هر چند گاهی انسانهای درها رو باز میکنن در کشورهای به مستعمره ها و زیر به سلطه استعمارگر ها و این یک فتنه های خون و خون و فقر و فلاکت یعنی یک تخصصی دارن برای مصیبت سازی میان یه مصیبتی در کشورهای اسلامی در کشورهای آفریقایی در کشورهای آسیایی مختلف درست میکنند یک جنگ داخلی یک قحط یک نمیدونم حصار اقتصادی و محاصرهشون میکنند از شیوه های مختلف این ملت به تنگ میان بعد راه های خودشون رو باز میکنند درهای خودشون رو باز میکنند یک عالمه یه نسل کامل از ملت های مختلف از کشورهای مختلف رو گلچین میکنند همه افرادی که از نظر صحت و توانمندی خوب باشند از نظر کارایی و علم و پیشرفت های علمی خوب باشند اینها رو جمع میکنند اونجا یه نسلی واسه خودشون ساختن برای به صلاح 20 سال کشورشون این نسل چون نسل پویایی هست نسل به ساخته شده ای هست و تمانمندی داره این نسل یک نوع تخم گذاری میکنه و یک نسل دیگه ای رو برای اونها به وجود میاره این نسل گذشته پوک میشه و میپوسه و میندازنش توی خانه سالمندان بعد 20 سال 20 سال دیگه یه نسل نوع به پربار به وجود اومده این نسل نو در این فضای انحراف اخلاقی و هویتی که در اونجا وجود داره در این شکار این انحراف هویتی میشه این نسل هنوز گروه شکار میشن گروه هنوز تربیت پدرانی رو دارن یه نسل سومی رو میدن و خودشون از صحنه میرن بیرون نسل سوم کاملا اروپایی شده کاملا به همون انحرافات کشیده شده دیگه ازدواج معنا نداره تولید نسل مثل معنا نداره و به همون به صلاح هویتی غرق شده این نسل باز میره به چی؟ به زوالدان تاریخ اما خب الان به کشور یک چل سالی به پیش رفته باز درها رو باز میکنند و ملت های دیگه رو رمه مانند اینها رو میارند توی گله و کشور خودشون رو میچرخونند این در اونجا خب زیاد بحران بزرگی نیست برای اونها اما برای ما خیلی بحران هست برای ما وقتی که فرزندانمون رو از دست دادیم وقتی آینده جامعهمون رو از دست داریم ما دیگه امیدی به آزادی نخواهیم داشت بعد برای هر فرد مسلمون فرزندان اون سرمایه الهی هستند که بگونا میده فرزندشون سرمایه جاویدانش فرزندش هست وقتی از این دنیا میری چیزی که ترک می پشت سر رها میکنی فرزند سالی هست که برای دعا بکنه اگر این فرزند صالح رو نداشتی دیگه اصلا به اون حرکت عبادی شما ناقص هست که با مرگتون تموم شد صحیفه اعمالت بند شد رفتی همین چند سالی که به 20 25 سالی که تونسته بودی یه فعالیتی داشته باشی این اجر و پاداش روز قیامت می‌بینی و بس تموم شد و رفت اون استمرار اجر و پاداش و خزینه گنجینه به صلاح عبادیت از دست رفت پس برای ما آینده فرزندان نسلهای بعدی خیلی مهم هست پس همین تربیت برای ما مهم هست این است که باید خیلی مواظب باشیم که در این حجوم فرهنگی بسیار وحشتناکی که هست این بچه هامون دوچار استراب هویتی نشن این استراب هویتی مظاهرش رو چطور ما بفهمیم که بچه, بچه های دوچار استراب هویتی شدن یعنی چطور این بیماری رو تشخیص بینیم تشخیص این بیماری از رفتار و سلوک فرزندان ما هست وقتی که فرزندانی که 24 ساعت خب در اختیار ما نیستند در به صلاح اسیرند اسیر تلویزیون اسیر رسانه اسیر سوشل میدیا و میان به مرحله ای میرسن به مرحله اعتیاد که نمیتونند بدون سوشل میدیا زندگی کنن نمیتونند به صورت شما میبینید اینترنت رو با اکسیژن هوا قیاس میکنن که اگر اینترنت نبود گویا که اکسیژن نیست انسان ها خفه میشن زندگی فلج میشه در جایی چون که به اصطلاح اینترنت وجود نداره مردم دیوونه میشن بچه ها داد و فریادشون بالا میره اگر مثلا موبایل رو از دستشون گرفتی چرا چون یک نوع اعتیاد به وجود اومده این اعتیاد خب چیکار میشه یک در قضای به اصطلاح سوشال میدیا یعنی شما یه طرفه دارید ساخته میشید یعنی کل ترکیز شما مخ شما یک گیرنده میشه دیگه اونجا جایی به انتقاد وجود نداره یه چیز زشتی رو دیدی و فلان دیدی این نیست که بگی که آقا این زشت این کارو نکنید بده بگی میخوای بگی این داره به شما فقط القا میکنه و شما داری میگیرین روز اول که اون زشتی رو دیدید خیلی برات زشت بود زننده بود بار دیگه کم کم چیز عادی شد اون زشتیش رو از دست داد و کم کم شما دارین بعد از مدتی حداقل همون رو تکرار میکنید یا اگر نکنید همون حالت رو در بین اطرافیاتون ببینید انکارش هم نمیکنید چرا چون که دیگه از بس این گناه این زشتی این انحراف تکرار شده که براتون عادی میشه این وقتی که مثلا میبینید بچهاتون کشیده میشن به این سو و مظاهری که روشون به سراغ اون به این این رو میبینید روی بچه ها که بچه ها مثلا بچه هایی که سرباز میزنن نمیخوان ازدواج بکنن و مثلا رابطهشون همشون از جنس مخالف میترسن و همیشه سعی میکنن خودشون رو حتی در شکل و قیافه دخترها خودشون رو به شکل پسرها در بیانن پسرها به شکل دخترها روابط به تمایلات جنسیشون با یا به حیوانات هست یا با هم جنس خودشون یک یعنی نوع هم جنس گرایی و انحرافی رو در این زمینه پیدا میکنن حتی در خورد و خوراکشون یا اشتها ندارند یا هم که اشتها دارند میبینید که به صلاح انتخابی میخورند هر چیزی رو نمیخورند گوش نمیخورند نمی, نمی, نمی مشتاقات شیر نمیخورند همه میکشونند به یک خرد و خوراکایی چی اینها چی یعنی معنای این اینه که یک هویت دیگه یعنی آن اینها رو جذب کرده اون خلال هایی که در خانواده قبلا گفتیم که چطور خانواده از بین میره و به سر روابط پدر مادر سرد میشه و بچه نمیتونه در فضای خانوادگی ابراز وجود بکنه و خودش رو میکشونه به پاتوق های دیگه به خصوص در حالت های تأخیر در ازدواج و تأخیر در ازدواج در از مرحله نیاز نوجوانی به مراحل بعدی خب این همه این پاتوق‌های های دیگه ای که تشکل پیدا کرده اون هایی نیست که ما ساختیم پاتوق های در ضعف فعالیت های مسجدی در صرف فعالیت های تربیتی خانواده و فعالیت های مدنی در جوامع ما خب اونها کشیده میشن به این پاتوق ها میبینید که موهاشون رو رنگ های مختلف میکنن زرد، قرمز، بنفش، نمیدونم آبی یا مثلا میان در شکل بسیرا موهاشون رو میبینید که بسیار شکل خروسی و بقدمونی میکنند یا رنگ های عجیب قریبی تو موهاشون میذارند جسمشون رو خالکوبی میکنن همه یا هایی که لباسایی می که میپوشن لباس های سیاه با شکله های جمجمه ماشینشون نمیدونم دو چرخهشون موتورشون عکس جمجمه روش هست خودشون هر جایی که میبینید رو پروفایل ها اینا ببینید که همیشه شکلی که گریه جمجمه خون حزن و اندوه و یعص و ناامیدی از سر و شکل اینها میباره اینها همون بچه هایی هستند که کم کم کشونده شدن به به فضاهای انحراف هویتی و این استراب هویتی و استراب هویتی اینا رو میکشونه به زیر سوال بردن تمام ارزش ها ارزش های اخلاقی ارزش های اجتماعی قضیه ازدواج قضیه روابط دختر پسر روابط خانوادگی نمیدونم انکار وجود الله متعال فوهش دادن ناسزا گفتن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و و به دین و به آیین و به همه اینها همش انحراف هویت رو میبینید در به صلاح فضای اجتماعی ما خیلی تند و زننده است شما میبینید در همین شبکه های اسلامی میبینید که زیر به برنامه ها میان افراد بیمار از این افراد به شاز که دچار به صلاح یک انحرافات و تخلخل و استراب هویتی شدن میبینی فوش می نویسند فلان می نویسند به, به مقدس ها توهین می به انسان توهین می نه, دیگه حیایی در رفتارشون هست نه غیرتی نه انسانیتی نه هیچی. همه این معانی که شما به براتون مهم هست دیگه اینها هست میشه. شه میشن می به سوی شزوز در مسائل اخلاقی و افت و کسیده میشن به سوی نمیدونم فالگیری، سهر، جادو نمیدونم اینجور فعالیت های بسرا اینها بسرا خود همه اینها دیگه حلال و حرام براشون مهم نیست ارزش مهم نیست حلال و حرام و ارزش ها رو در پاتوک های دیگری بی صورت های دیگری خودشون برای خودشون یک دینه های دیگری که هیچ گونه استقراری نداره میسازن چون که فرار از دین الله بسیار به بس سوری چه و من اضل من من اتبع هوا کسی که بسیار علی غیر حدن من الله اونهایی که در غیر هدایت الهی هستند و دنبال هوا و هوس خودشون را افتادن اتخذ الهه هوا هوا و هوس خودشون رو برای خودشون خدا قرار میدن یعنی چی یعنی بر معیارهای هوا و هوس خودشون قانونهایی برای خودشون میذارن و این قانونها رو بر خودشون تحمیل میکنن و هر چند وقتی که خوشون نیومد میان عوضش میکنن الان اینها خب یک مط... یعنی تبدیل میشن به یک موجودات بسیار خطرناک یعنی حالا مثلا اینهایی که دچار دو... دوشارو... دم... انحرافات هویتی هستند پاتوق های منحرفی رو تشکیل میدن این پاتوق های منحرف خیلی خطرناکه برای جامعه بشری برای این امنیت ملی کشورها خطرناک این مثلا خودشون جمع بشن در یک جایی در یک زمین توی یه متروی و با هم اتفاق بکنن که همش خودشون رو در یک لحظه خاص منفجر بکنن ببینید یک شهری رو داغون میکنن یا همه در یک جایی جمع بشن و هر یکی برای خودش دوستی بیاره و سرش رو قد بکنن یا نمیدونم خودکشی بکنن همه اینها میبینید که چه ضررها و چه فسادهایی میتونه برای جامعه بشری به وجود بیاد از این باب است که شما میبینید بیشتر این انحراف به صورت سیستماتیک در کره جنوبی ساخته میشه برای همین شما میبینید که کشورها در مقابل کره جنوبی یک موقفی انتخاب کردند کره شمالی هر کسی که از کره جنوبی چون که فرهنگ واحد هست زبانشون یکی هست یک ملت هستند پس تاثیرشون خیلی خطرناکتر از بر کره شمالی کره شمالی قانونی صادر کرده که هر کسی هر چیز فرهنگی از کره جنوبی در اختیارش باشه موسیقی فیلمی نمیدونم کارتونی سریالی حکمش اعدام هست در چین هر کسی که از از کره جنوبی فیلمی موسیقی کارتونی سریالی هر چیز فرهنگی کتابی در اختیارش داشته باشه سه سال زندانی هست در کشورهای مثل روسیه که کشور کمونیست هست مثلا و هنوز پایبند هست به ارزش های خیلی از ارزش های مسیحیت با این وجود میبینید که این رو تحمل نمی کنه و کسی به همه این چیزهایی که از به این انسان رو میکشونه به انحرافات هویتی به خصوص از طرف کره همه اینها ممنوع و قدغن هست در اونجا و همینطور در کشورهای مختلف میبینید که جوامع مختلف دچار این هستند که با این انحراف هویتی چطور برخورد بکنند یا برخورد فیزیکی و قانونی در جایی که امکان پذیر هست و در جایی که به صلاح در کشورهای به شماره اروپا گفتیم که اینا دیگه ازشون گذشته اینا به شیوه دیگه قضیه را حل میکنند بذار که به یک نسل تباه بشه نسل دیگه میاریم از جای دیگه انسانهای... انسانها قرض میکنن امسان میارن تا کشورهاشون همچنان بمونه و الا این کشورها کشورهایی هست که اگر همیشه افرادی رو از خارج نیارند از کشورهای دیگه وارد نکنند انسانها و های انسانی وارد نکنند اینها همه کشور میمیده تموم میشه تموم میشه از چهره یه بسیارا کشور کلا از نقشه جغرافیایی حذف میشه این هست که باید خیلی خیلی مواظب باشیم به خصوص موازه باشیم که مصدری که این انحراف رو در جوامع ما میسازه در واقع همون سوشل میدیا و دستگاه های هوشمند هست خیلی باید در, شیوه تعامل با دستگاه های هوشمند خیلی باید هوشمندانه برخورد بکنیم چه بزرگترها و چه کوچکترها یعنی این خطر خطر تربیتی همونطوری که کودکان رو بیشتر تهدید میکنه حتی بزرگ رو هم تهدید میکنه که به خصوص در فضای یک نوع تذبذب هویتی ما در فضای اجتماعی خودمون حتی بزرگترها نمیفهمند که آقا دینشون چیه هویتشون چیه کی هستند و چه کار بکنند با تماشای فیلم های مثلا غیر اخلاقی و مثلا فسادهای اجتماعی مختلف فسادهای اخلاقی و فیلم های جنسی اینها و فیلم های خشونت اینها افراد رو میکشه و بسیارا در واقع افراد رو میدزده و یک نوع ارزش های اخلاقی ارزش فهم و درایت عقلی و اینها رو بسیارا خونسا میکنه و یک نوع انگیزه ای در افراد به وجود میاره که همین اشتباهات رو تربیت به صلاح تکرار بکنن تکرار این اشتباهات اونها رو میکشونه به یک جنجال های بسیار مهم و خطرناک میبینید که در این فضای رسانه خانواده بیشترین به صلاح دشمن سرسخت اونها خانواده است چرا؟ چون که اونها در هر فضایی میبینند که اون چیزی که جامعه رو یا اون چیزی که سیاست های اونها رو خونسا میکنه و از بین میبره خانواده است. چقدر مثلا اینها در کشوری مثل افغانستان 20 سال تمام رسانه های اروپایی و غربی و آمریکایی با نیروهاشون ریختن تو افغانستان که ملکی ملتی رو مسخ بکنن و به... تونستن تونستن تعداد زیادی از انسانها رو مسخ بکنن و شما انسان شرقی مسخ شده رو اینور اونجا, اونجا میبینید به, به بردگی خوب گرفته از اینی که از زیر چای چتر آمریکا جدا بشه میترسه وحشت داره و همیشه در ظاهر خیلی یادمه مثلا توانمندی نمود داره مثلا چند تا زبان میدونه تحصیلات داره برای خودش مداریکی رو کسب کرده اما اون روح بردگی در اون کاشته شده اون کسایی که با این سیستم میجنگیدن جنگیدن کیا بودن با سیستم هزاران رسانه هزاران نمیدونم شیوه های مختلف و ترفند های مختلف اونهایی که با این می جنگیدن اون فضای آغوش خانوادگی بود خانواده هایی که فرزندانی رو به جامعه تقدیم می کردن و این فرزند می اومد و میدونست که هویتش چه هست چون در فضای خانه هم مادر همراه با شیر به بچهش هویتش رو میداد و در آغوش مادر و در آغوش خانواده بزرگ پدرها پدر بزرگها مادر بزرگها خیشاوندان اینها این افرادی بار اومدن که آزادانه هن. افرادی که میدونند هدفشون در این زندگی چه هست افرادی که تحمل این رو ندارند که زیر یوغ بردگی باشند و برخی ظالمان و استبدادگران بیاند اونها رو به بردگی بگیرن اینا تونستند و میتونن همیشه در دنیا یک تغییر و تحولات بسیار بزرگی رو به وجود بیارن و دیدیم در افغانستان تونستن لشکر جنگ جهانی سومی که در اینجا حضور داشته بود با صلیب و با تمام افکار و اندیشه های خودشون زنند بیرونش انداختن این نتیجه چی بود نتیجه اون اعتزاز و افتخار به هویت خود نتیجه اینی که من هرگز زیر یوغ بردگی نمیرم الان میبینید که تمام رسانه در تلاش هست که چی؟ که این خانواده بزرگ رو خوردش بکنه و موفق شدن در حد بسیار زیادی در فضاهای اجتماعی ما الان خانواده بزرگ از بین رفته در خانواده ها شدن خانواده های قوتی کبریتی کوچیک فضاهای ساختمانی خانواده و به جغرافیایی رو هم کوچیک و کوچیک تر کردند همین هرچی که خونه کوچیکتر میشه عقل انسان ها محدودتر میشه روابط اجتماعی محدودتر بشه الان شما و افرادی رو در جوامع ما مسلمون ها حالا اونا که اه... هیچ در جوامع ما مسلمون ها که به سرا دینمون چقدر تاکید داره بر قضیه بر والدین و بر قضیه سله رحم شما میبینید افرادی در جوامع ما که اصلا نمیدونن امو چیه امه چیه پسر امه و پسر امه و خاله و دایی و نمیدونم اینو ماما و اینا و اصلا معنا نداره پدر یا مادر با یکی دو تا بچه و هر یکی از این بچه ها تو دنیای خودشون پدر مادر تو دنیای خودشون به این صورت جامعه به خانواده رو از بین بردن در این فضا یک حجوم است از ارزش های دیگران از مثلا غزو فرهنگی از یک سو دموکراسی از یک سو قومگرایی از یک سو حزب های چپگرا حزب های راستگرا مفاهیم شزوز اخلاقی و انحلالات اخلاقی و حرکت بسیار شدید و افراطی قضیه زن و جایگاه زن به صورت بسیار به افراتی روی این قضیه کار میکنن که زن رو از جایگاه یک مادر و از کرامت یک همسر و دختر و خواهر بکشونند بیارن که به از فضای یک تکاملی که بین مرد و زن وجود داره بکشونند زن رو بیارند و در مواجهه با مرد قرار بگیرند روابط زن و مرد در جامعه یک روابط تکاملی نباشه یک روابط سیتیز و تنش باشه که الان شما میبینید که دختران رو در فضاهای آموزشی حتی فضاهای آموزشی یه فضاهای مشترک باشه مشترکی در افکار مشترکی در حرکت مشترکی در, در حالی که طبیعت خلقت هر یکی چیز کاملا متفاوتی هست انسانیت هر یکی چیز کاملا متفاوتی هست که اینها برای تکامل ساخته شدن اینها رو در فضاهای آموزشی و در فضاهای تربیتی طوری جلوی هم قرار میدن که گویا در سیتیز هستند شما همیشه این صدا رو میشنوید که مرد مغرور خودخواه حق زن رو پایمال کرده و این زن به مظلوم باید حقش رو از گلوی مرد بکشه بیرون یعنی قضیه قضیه ستیز هست قضیه به جنگ هست اینجاست که دیگه زن رو میکشونند به یک انحراف اخلاقی به شکل بسیار افراتی که الان شما بیایید نمیدونم زن اختیار داره که چطور شوهر بگیره یا نگیره شوهرش مرد باشه یا زن باشه یا حیوان باشه نمیدونم میخواد حامله بشه یا میخواد نشه حامله که شد بچهش رو میخواد سخت بکنه یا نکنه بچه دار شد میخواد بچه دار بشه ببینه که بچه دختره یا پسره انتخاب بکنه اگر پسر بود یا دختر بود اون اگر اون چیزی بود که نمیخواست اون رو بکشه و از بینش ببره یک حالت افراطی بسیار وحشتناک و تمرد بر تمام ارزش ها ارزش های پدر و مادری جایگاه پدر جایگاه ولی امر جایگاه نمیدونم اینا اصلا معنا نداره اصلا مفهوم به یک انسان کنده شده از تمام فضاهایی که فضاهایی بود که در واقع ساخته شده بود برای حمایت اون همه این حمایت ها رو از دست میده در نهایت میشه که هدف هرزه در اختیار یک گرگ گرسنه و کشونده میشه به انواع و اقسام رزالت های اخلاقی و انحرافات اجتماعی که در جامعه ما شاهد اون هستیم و این حالا ببین ببینیم آمار به طلاق در جامعه ما ببین آمار برهم ریختن به سر اخلاقی و نمیدونم انحرافات اخلاقی سخت جنین شزوز ازدواج های نمیدونم سفید و سرخ و آبی نمیدونم سیغه سیغه و مثلا تن فروشی در جامعه ما ببین که چه شکل وحشتناکی در حال نهادینه شدن هست اینها همش به خاطر چی هست به خاطر همین انحرافاتی که کشونده شده و سازمان های جهانی هم که مثلا شعارهای نمیدونم صحت و بهداشت و حقوق زن و حقوق مرد و نمیدونم حقوق کودک و اسکان و همه این شعارهای براغ رو دارن میبینید که به صورت سیستماتیک تلاش دارن تا رزیدت و فحشا رو در جامعه رشد بدن فطرت انسانی رو مسخش بکنند با تمام اون ارزش ها و فضیلت های اخلاقی در جنگ هستند و تمام تلاش و همشون در مؤسسه سیداو این هست که خانواده رو از بین ببرن روابط خانوادگی رو از بین ببرن و این حس دیکتاتوری در اونها به حدی رسیده که حتی در داخل اتاق خواب شما وارد شدند یعنی شما تصور بکنید که در اختراعات سازمان ملل چی هست تجاوز همسر به همسر یعنی حالا بیا این رو به تعریفش کن در همون فضای انحراف اخلاقی که سازمان ملل به صلاح خدای اون هست و تلاش داره که اونها رو در جامعه بشری نهادینه بکنه حتی در اون هم میبینید که یه بسیار مسخره و مزخرف یک زنی اگر اومد ادعا کرد که شوهرش به اون تجاوز جنسی کرد در اتاق خواب در جایی که کسی نبوده مگر اونها دیگه این شوهر محاسبه میشه و فلان و از این حرفا و چه قوانین سخت و یعنی یک حالت بسیار رزالت اخلاقی به حدی رسیده که دیگه هیچ معنا و مفهومی براش نمیشه پیدا کرد حالا چطور ما جلوی این رو بگیریم یکی از راهکارها این هست که فرزندانمون رو حفظ کنیم از اینی که در باطلاق های فساد بیفتن خداوند متعال میفرماد یا ایو هلدین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا ای مؤمنان خودتون و خانواده هاتون رو از آتیش جهنم آتیش جهنم که و الناس و الحجاره که اون زغاله که اون رو روشن میکنه اون شعله های اون رو با انسان ها و سنگ ها ساخته میشند یعنی خودتون رو از همچنین فضایی نجات بدید تلاشمون باشه که به سلام تلاش بسیار زیادی که در فضاهای غیر اسلامی زندگی نکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما کسی که در بین مشرکان زندگی میکنه با مشرکان ازدواج میکنه این از ما مسلمان ها نیست سعی کنیم که خودمون رو بکشیم در فضاهایی هر جایی که هستیم اگر در کشورهایی هستیم که اقلیت هستیم بتونیم تکتلات اسلامی درست بکنیم که هویت خودمون رو بتونیم ابراز بکنیم فرزندان نسل های بعدی با هویت اسلامی تربیت بشن در بخصوص توصیه اکید برای عزیزانی که در به صورت بسیار سخت زیر باران هویت های دیگران هستند کشورهایی که در زیر سلطه روس ها در زیر سلطه اروپایی ها و غربی و آمریکا هستند در زیر سلطه چینی ها و گافرستان و هندوستان هستند اونجا تاکید فراوان بر قضیه حفظ قرآن کریم و به رشد فرزندان در این باب و جلوی رسانه های فاسد رو تو خونه هایمون بگیریم تلاش بکنیم که فرزندان رو از انحرافات به در یا اعتیاد رسانه های فاسد نجاتشون بدیم که خدایی نکرده دچار یک نوع انحراف به هویتی نشند و خانواده رو یک پایگاهی برای تربیت فرزندان قرار بدیم و این نیاز هست که از بعد عاطفی فرزندان اشباع بشن و این بعد عاطفی مهمترین نیازش رابطه بسیار سمیمی و محبت و عشق پدر مادر هست و انعکاس این رابطه بر فرزندان طبق همون هایی که قبلا روی وسایل تربیت فرزندان ما زیاد صحبت کردیم عزیزانی که ما رو همراهی میکنن در برنامه تاروپود تمام مفردات و علف بلد هستند بر اون الفبای تربیتی فرزندانمون رو تربیت کنیم احتمام بدیم تربیت جسمیشون به تربیت عقل و داناییشون به تربیت فکری به تربیت اجتماعی به تربیت روحی روانی به تربیت وجدانی و انفعالات فرزندان به تربیت جوانب رفتاری و سلوکی فرزندان همه اینها چرا که هر یکی از اینها جزئی از هویت و تشکل انسانی اون رو مشخص میکنه و اشباع میکنه و باعث میشه که در در دام دیگران قرار نگیره و مفاهیمی که دوروبر خانواده میچرخه اینها رو باید مواظب باشیم که مفاهیمی که وارداتی هست به توی اجنده اون حجوم فرهنگی قرار گرفته باید خیلی مواظب باشیم روابط اجتماعی رو بسیار بسیار باید سمیمی و عمیق بکنیم رابطه خواهر برادرها با همدیگه با پدر بزرگها و مادر بزرگها و پدرها و مادرها با خیشاوندان با دوستان با همسایه ها با این قضایی رو باید اینقدر قضیه این انسجام اجتماعی بسیار مهم هست واسه همین است که میبینید پیام بر اکرم سال چقدر روش داره قرآن چقدر روش تکی داره روی قضیه رسیدگی به خیشاوندان مسئله ارهام روی قضیه رسیدگی به, خو... به همسایه‌ها. که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فل یکرم جاره اون کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت باید همسایش رو اکرام بکنه اکرام کردن این نیست که یک آتش بسی باشه که شما تو خودت زندگی کن من تو لاک خودم زندگی کنم یا گهگدایی هم رو ببینیم یک لبخندی بزنیم یا سلامی بکنیم اکرام اکرام فضای بسیار بسیار عمیق هست از روابط بسیار سمیمی و خدمت به همدیگه و جویای حال همدیگه و طوری با همدیگه رفتار کردن که گویای خانواده واحد هستیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرمایند که جبریل اینقدر منو تشویق میکرد در قضیه و اینقدر تاکید میکرد روی قضیه همسایه که فکر کردم و آخرش میاد میگه که به اصطلاح شما یه خانواده هستید و از همدیگه ارث و میراث میبرید اینقدر فضای به خانواده همسایگی و این همه این قضای انسجام اجتماعی رفتن به مسجد و توکید فراوان به کثرت الخطا المساجد زیاد رفتن به مسجد هر هر حرکت شما به سوی مسجد و بازگشت به در درجه شما رو پیش الله بلند میکنه و روابط و, شما رو رشد میده یعنی رشد ایمانی و رشد به روابط اجتماعی همه اینها کمک میکنه برای حفظ هویت فرزندان رو به مسجد با مسجد انس دادن مسجد بشه جایی که فرزند در اونجا عشقش رو میکنه در اونجا احساس آرامش میکنه در اونجا میتونه هر دلش رو اونجا به صلاح داشته باشه شاب نشه قلبه معلق فی المساجد طوری باید حرکت بکنیم که گویا که قلب هامون دل توی مسجد ها آویزون هست این به خاطر چی هست به خاطر حفظ هویت این شکل و قیافه‌ای که به اسلامی به خود گرفتن اینا به خاطر حفظ هویت هست در قضایی یه نمیدونم مسائل اجتماعی کوتاهی نکنیم یعنی قضایی رو خیلی سطحی تلقی نکنیم که آقا مثلا بیایید نمیدونم جشن ایده اید میراد بگیریم آقا 19 بدر و 13 بدر و 14 به توب و نمیدونم فلان و اینا بابا اینها در ظاهرش نمیدونم جشن میلاد ولادت فرزند و فلان اینها در ظاهر شاید اصلا به رو نیاد اما در قضای تاثیر تربیتی که داره خیلی مهم هست اینا قضیه این است که آیا شما به هویت خود افتخار میکنی یا نه آیا شما یک نوع صد و خط و مرزهایی بین هویت خود و هویت دیگران قرار دادی یا نه اگر خط و مرزهای فاصله ای نباشه بین هویت خود و هویت دیگران شما مثل یک اسفنج همه کسافت ها و انحرافات دیگران رو جذب میکنید از یه سو یک انحراف یک نمیدونم ارزش های قبلی رو بی میراث بردی از دین تو از به خانواده و از فضای اجتماعی یک نوع تزبزب و یک نوع تخلخلی به وجود میاد یک نوع تا استرابی به وجود میاد این استراب شما رو میکشونه به استراب هویتی استراب هویتی نهایت انسانی و خروج از کل قواعد و ارزش های انسانی و در نهایت یک حیوان درنده شدن بدون اینی که یک طرف خودش احساس بکنه یعنی اونهایی که خود خودکشی میکنند اونهایی که نمیدونم دیگران رو میکشند اونهایی که این فضا فضاهای به انحرافی رو به وجود آوردن اونهایی که روابطشون یا در هم خلاصه میشه یا در حیوان اونها هم انسانند اونها هم عقل دارند اونها هم شعور دارند اونها هم روزی شاید روزی در یک خانواده پایبند و یک خانواده با ارزش و پایبند به ارزش اخلاقی و دینی و ایمانی متولد شدن و در اونجا رستند چی شده شده که باید شده که به اینجا برسن پس این راه راه خطرناکی است راه وجود و در در فضای خانوادگی بسیار خطرناک هست اگر مسائل تربیتی بسیار مراعات نشه و یک موضوع دیگه تشویق برای ازدواج تشویق نوجوان ها برای ازدواج تحقیق جوون ها برای ازدواج چرا که ازدواج اونها رو میکشونه به یک فضای بسیار انسجام دیگر قضایه انسجام اجتماعیشون رو قوی تر میکنه روابط اجتماعیشون رو قوی تر میکنه باستاب این بر اخلاق و ایمانیات اونها بیشتر میشه و حس مسئولیت اخلاقیشون بالاتر میره در نتیجهشون که ازدواج کردن به خصوص هی تأکید میکنیم روی ازدواج که مثلا سر وقت نمیگم ازدواج زود هنگام ما چیزی به نام ازدواج زود هنگام نداریم ازدواج زود هنگام یعنی ازدواج 8 ساله 9 ساله ها ازدواج سر وقت ازدواج وقت ازدواج که هست وقتی که بچه ها به سن بلوغ میرسن و نیاز به ازدواج پیدا میکنن این وقت ازدواج هست محور زندگی محور زندگی یک فرد وقت بلوغش هست نه وقت پایان تحصیلات و وقت نمیدونم کار پیدا کردن و فلان این وقتی ما میکشونیم بچه ها رو به این قضیه خب دیگه منتظر باشیم که هر گونه انحرافات اخلاقی، رفتاری، عقیدتی، فکری در اینها به وجود بیاد چون که فضای بسیار انسان یه انسان هست نیاز جسمیش تأثیر میذاره به نیاز روحیش نیاز گرسنگی روحی تأثیر میذاره به بگو... می‌بینید که افراد مثلا از نظر صحت جسمانی خیلی خوب هست اما روانی هست چرا روانی هست بس یک نیازها و یک ابعاد دیگری از شخصیتی این گرسنه شده که این رو بکشونده به این مرحله انحراف و خیلی سعی کنیم که خانواده بزرگ رو حفظش بکنیم بقای ما و بقای هویتی ما مرهون هست به حفظ کالبد بزرگ خانوادگی یعنی رابطه با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با خانواده ها با امه ها و اموه ها و با خانواده بزرگ اونهایی که فضا دارن که همه خانواده های بزرگ در کنار هم باشن رفت و آمد داشته باشن به خصوص در خانواده هایی که به اروپا رفتن هیچ وقت اجازه ندید که اونجا زوب بشید با همه افرادی که مسلمان هایی که دور براتون هستند همیشه رابطه رفت و آمد های خانوادگی داشته باشید عزیزانی که در اروپا میرند خیلی زود مادیگرا میشن یعنی شما میبینید که عزیزانی که در اروپا هستند خیلی همون حس مادیات تو اونها رشد میکنه بخیل میشن بخل از صفتهای ما مؤمنان نیست کرم و سخاوت از صفتهای ماست انفاق فی سبیل الله از صفتهای ماست از همون ابتدای کار هیچ وقت نشه که یه روزی بچهتون یا خودتون یک شبانه روزی ازتون بگذره مگر اینی که انفاقی در راه خدا کرده باشید مگر اینی که صدقه ای داده باشید هر چند کم باشه که این اجازه ندید که فضای مادیگرایی بر شما غالب بشه فضایی که در اون جامعه هست فقط ماده پرستی است این ماده پرستی نکنه که به روی شما تاثیر بذاره روی فرزندانتون تاثیر بذاره انفاق بکنید همیشه فرزندان تو ربط بدید به قضایه های مهم جهان اسلام انفاق برای نمیدونم مسلمون ها در ترکستان الان در افغانستان و قضیه افغانستان و بسا جنگ با فقر با با همه یه فشاره های اقتصادی که روی افغانستان و شیطان و شیطان صفتان الان تحمیل کردن چطور این انسان رو نجات بدیم این حس انسانی رو در فرزندان پویا کردن حس انفاق فی سبیل الله حس روابط اجتماعی رو پربار کردن که اینها همه کمک میکنه به ساختار و تماسک هویتیشون و در قضای زن همیشه فعالیت ها و مفاهیم درست اسلامی رو به دختران به خانواده ها به اطرافیان منتقل بکنیم که در فضای اسلام چقدر زن کرامت داره چقدر عزت داره چقدر این توانمندی هایی که خداوند متعال به زن داده رو بهش بها داده تا این زن بتونه آینده رو بسازه مرد رو بسازه خانواده رو بسازه و بتونه یک به مادر باشه و مادر چه جایگاهی داره و وظایف مادری چه هست و جایگاه مادری چه هست مادری که میاد برای جامعه 10 تا 15 تا بچه میاره چقدر پیش الله متعال عزیز هست و چقدر در جامعه از جایگاه خاصی برخوردار میشه و چقدر آینده پر از سعادت و خوشبختی رو در دنیا و آخرت برای خودش میتونه تأمین کنه در برخلاف اون کسی که به مادریت براش ارزش نداره و اگر هم بچه میاره فقط بچه میاره که یک عروسکی باشه سرگرمی برای خودش باشه یکی دو تا سه تا و بعد این این سه تا بیچاره موجود رو میذاره توی این دنیا خودش از این دنیا میره میفته توی خانه سالمندان و این بیچاره ها هم که با هم دیگه در ستیز هستن و با یک به احساس به ناتوانی احساس به ضعف احساس به خود کم تربینی در جامعه میان بالا و در این فضای بزرگ جامعه سه تا موجودی هستند که یک روابط بسیار سردی هم با, با هم دیگه دارند چطور در این جامعه بتونن زندگی بکنن این هاست که به ان... در معرض انواع انحرافات اخلاقی و جنایت ها و غیره امکان هست که کشیده بشن و مسجد ها رو پربار بکنیم و فضاهای تربیتی مسجد عزیزانی که در مساجد هستند یه مراکز استشاری برای یه رسیدگی به مسائل اجتماعی برای کمک به خانواده ها در تربیت فرزندان در انسجام اجتماعی و تماسک اجتماعی به سلام به وجود آوردن و خیلی چشم و گوش خودمون فرزندانمون اطرافیانمون رو باز بکنیم به اون توتعه ها و حیره های مکارانه سازمان های جهانی و سازمان ملل که تلاش دارن به شیوه های مختلف انسان ها رو مسخ بکنند و اونها رو به بگیرند و در اختیار خودشون قرار بدن و جامعه بشری رو نفله بکنن و به هر حال اونو استعمارگر هستند و میخوان که جوامع ما رو برده خودشون بکنن اونها با قوانینی که میسازن میخوان برده تربیت بشه وفق اون معیارهای اونها اونها برای خودشون دارن برده میسازن حالا ما باید عقل و شعورمون رو بیشتر بکنیم و به اجازه ندیم که همچنین فعالیت های اونها به سمر برسه تمام این تلاش هایی که میکنند برای به انتشار خشونت در جوامع ما با فیلم ها با, سریال ها و به شیوه های مختلف می بینید که به سرا باستاب داره تو جوامع بشری یعنی شما تصور بکنید که در به پژوهش های علمی که در سال بین سال های 1945 تا 74 در آمریکا و کانادا صورت گرفت دیده بو... دیدن که مثلا خشونت در این جوامع به شکل بسیار بالایی بالا رفت چه وقت در همین فترت زمانی که تلویزیون در این کشورها سر قدرن کرد که فیلم های تلویزیونی و سریال های تلویزیونی کمک کرد بر بالا رفتن آمار خشونت در این جوان الان اون زمانی بود که تلویزیون می نشست روی تو وسط خونه حرف می زد دیگران گوش می کردن. الان نه الان تلویزیون رفته به هاشیه الان اومده سوشل میدیا و در سوشل میدیا انواع و اقسام انحرافات اخلاقی خشونت خشونت ضد زن ضد کودک ضد مرد ضد انسان ضد حیوان به شیوه های مختلف در فیلم ها در سریال ها در و تو رو، توی انسان رو میکشونند و گویا که شما یکی از افرادی هستید که توی این بلاه بازی شریک هستید یعنی همونجا این انگیزه خشونت در شما ایجاد میشه و این خشونت و این اینبلاه قتل و غارت و تجاوزهای جنسی روابط جنسی نامشروع همه اینها باعث میشه که فضای اجتماعی به به صورت وحشتناکی خراب بشه در وکالت انباع امریکای اف بی آی یک بحثی رو به انجام داده بودند روی تعدادی از افرادی که به مرتکب فحاشی و جنایت و تجاوز جنسی در داخل فضای خانوادگی شده بودند و نتیجه این این بود که 81 درصد این افراد افرادی که به پدر مادر من خواهر برادرای خودشون تجاوز کرده بودند اینها 81 درصدشون افرادی بودند که فیلم های جنسی و مبتذل رو مشاهده میکردند با این فیلم ها و این فضاهای انحراف رو سوشال میدیا میکشونه تو اتاقهای خواب بچه ها توی هممه های بچه ها توی جیب بچه ها و تو گوش بچه ها آروم آروم اینها رو میکاره نه بچه ها بعد که بزرگترها الان معتاد میشن و منحرف میشن فضای انحراف اخلاقی اینها کشونده میشه به فضای خانوادگی روابط زناشویی سرد میشه طلاق عاطفی در خانواده ها به وجود میاد فساد و فحشا و بی به صورت بسیار عادی رشد میکنه و اینها همه میکشونه به طرف چی به طرف به از بین رفتن هویت و به طرف یک نوع استرابه های هویتی که این استرابه های هویتی از رفتارهای بسیار ساده شروع میشه کشونده میشه به مثلا به رفتارهای افراطی و تند و اخلاقی و اخلاق رو خراب میکنه و کشونده میشه به به فضای عقیدتی و انسانها رو از فضای هویتی کلا فضای اسلامی بیرون میکنه و میشند یک موجودات بسیار عجیب غریب که نه هویتشون مشخص است نه عقیدهشون مشخص است نه رفتارو نه به یک نوع به سردرگومی سردرگمی هویتی و یک نوع استراب هویتی که دیگه بصیرت رو در اونها از بین میبره همه اینها رو میکشونه در جوامع مختلف میبینید که با همچنین فسادها شما میبینید که آمار سرقت بالا رفته آمار کشت و کشتار دیگران و آدم کشی و خودکشی بالا میره نمیدونم فن مختلفی احداث اه، اه، میشه و به وجود میارن برای خودکشی برای دیگر کشی برای نمیدم چفاول اموال دیگران برای سرقت برای تجاوز جنسی برای نمیدم دزدی غارت همه اینها باستا به چه هست؟ باستا به همین استراب هویتی که در این افراد به وجود میاد و رشوه گرفتن و نمیدونم احتکار و یک اصلا پاتوق ها و سیستم های مافیا های جنایت به وجود میاد با هایی که انسان ها رو میدوزن مافیات هایی که انسان ها رو تیکه تیکه میکنند اعضای بشری رو تجارت میکنند باشون نمیدونم اخلاق رفتار انسانیت همه دیگه زیر سوال میره و از بین میره در این فضا یکی از موارد بسیار مهمی که اینجا به به وجود میاد که خب برای ساختار یک جامعه شما نیاز به چی دارید یک الگو دارید یک نمونه که آقا این مثال هست مثل این بیایید عوض شید خداوند متعال وقتی که ما رو به از اون منجرا به فساد نجات داد برای ما یه الگو ساخت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در رسول الله ما برای شما یک سمبول یک الگو یک نمونه مثال بسیار خوبی رو گذاشتیم شما از ایشون به پیروی کنید و ایشون رو مد الان تلاش برای چی است برای از بین بردن الگوها شما میبینید چقدر در سیستم آموزشی جنگ و سیتیز هست برای به راندن و حذف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیت های مهم تاریخی اسلام که یک به اصطلاح های بسیار بزرگی رو در جامعه ما رهبری کردند و یک تغییر و تحولات عمیقی رو در جامعه به وجود آوردند و شخصیت بودند که ما میشه از اونها الگو برداری بکنیم در حال حاضر میبینید که الگوهای خوب جامعه همیشه ترور میشن هر جایی که یک انسان صالحی هست یک انسان نمیدم مجاهدی هست که تلاش داره برای تغییر آفرینی در جامعه یک انسان صالح و نیکی هست که میخواد جامعه رو اصلاح بکنه هر کسی که تلاش داره با این حجوم گسترده وحشی رسانه حجوم گسترده وحشی فرهنگ های دیگری که به سوی جامعه ما میاد با اینها به جنگه میبینید که به شیوه های مختلف اون رو ترورش میکنن با اتهام های مختلف اخلاقی رفتاری نمیدونم فکری فوش ناسزا اون رو تراژش میکنن سعی میکنن که صداش به دیگران نرسه شما الان ببینید همین برنامه هایی که به صلاح اصلاحی که ما تهیه میکنیم چقدر تلاش هست از سوی دشمن و اهریمن ها انسان های جن و انس در طول منطقه تلاش دارند که این حرف به دیگران نرسه صفحه رو هک کنند نمیدونم افراد رو بهشون تهمت های واهی میزنند نمیدونم فسق و فجور و کفر و الحاد و هر چی دلشون بخواد به افراد میزنند خودشون هم شکلهاشون احیانا شکل به اصطلاح و اسلامی و نمیدونم فلان به خودشون میگیرند احیانا شکل به رادیکال افراطی نمیدونم انحراف منحرف به خودشون میگن با شکل ها و حیانا دم از حکومت و حکومتداری و قانون میزنن به شکل های مختلف و های مختلف تلاش دارند که این شخصیت ها رو ترور بکنند الگوها رو در جامعه حذف کنند و نظارن که جامعه به صلاح راهش رو درست پیش بره و به پیش بره و به این صورت اصلاح بشه و در مقابل میبینید که الگوهای منفی رو به جامعه میدن بسیلا فیلم سازا افراد منحرف رو به شیوه های مختلف فیلم هایی درست می و میارن توی جامعه که آقا طرف نمیدونم بازیگر هست بسیلا شخصیت اول این فیلم هست به زنش تو خیانت کرده بعد زنه چیکار میکنه میره به شوهرش خیانت میکنه یعنی یک تصویر رو میدن حالا شاید در آخرش هم بگن کار بدی کرده اما این تصویر رو اونطوری به صلاح به جلوش میکشونند که گویا به تمام زنها این حرف رو میرسونند که اگر احساس کردی شوهرت به تو خیانه کرده پس تو حق داری که بری به اون خیانت بکنی مفاهیم و مغلطه هایی رو در ازهان میکارند در حالی که به صلاح در مفاهیم تربیتی ما هر انسانی ولت از رو وزیرتون و وزیرت هر انسانی مسئول اشتباهات خودش هست اگر یک شخصی اشتباه کرد اون شخص در روز قیامت جوابگو هست و پیش خداوندش محاسبه میشه شخص دیگه ای که به اونجا هست باید دیگه این الگوی اون نیست انحراف الگوی اون نیست اشتباه دیگران اشتباه من رو توجیه نمیکنه، اشتباه دیگران باعث نشه که من به همون اشتباه اونها رو به تکرار بکنم در این حال میبینید که خیلی از فشها حرفای ناهنجار در جامعه ما رشد کرده و سر زبان ها هست از کجا اومده همشون اومده از چی از افراد منحرف و از جاهای به از فیلم ها از رسانه های منحرف که اینها رو به شیوه های مختلف به خورد جامعه ما دادن پس باید خیل خیلی خیلی مواظب باشیم که همچنین فضاهای انحرافی نیاد و فضای هویتی ما رو برهم نریزه در حال استرابه ویتی و چا... یک چالش بسیار سختی هست که در جوامع ما ما رو به چالش میکشونه پس بسیار شما باز باشه تا بتونیم خودمون و خانواده همون رو حفظ کنیم الله شما رو یار باد و یاور